هستم. در شبکه نسیم به هم انجوانه، اینجا انجوانه، به هم انجوانه. تو بکار نمیدونی بکنی چی کار، بخندی نه از فند کار، اینا همه از خنده دار، اینجا هست خنده بانه، شیرین مثل هنده بانه، گرم مثل آش کند و بانه، تو بگو بگو خنده بانه، حالتون چطوره؟ عالی. حال من چطوره؟ عالی. نه عالی هم، ولی میخوام به استراحت کنم یه چند روز الان به خاطر این دسته که کوبیدیم. حالا خانواده تو خونه چطوره؟ عالی. خدا رو شکر، خدا رو شکر، ما خیلی باحالیم. خیلی. کمربنده رو ببنیم، همه چی تونتون دارم میگم. دست چپ باره کمربنده، یک دو سه. کمربنده رو باز میکنیم، یک دو سه. شاد باشید، یک دو سه. شاد باشید. خداحافظ، برنامه تموم شد. خب این دفعه همین بود، پنج دقیقه شیش ذره موزیک و اینا، خداحافظ. خب عرض کنم شادی برنامه امشب تقدیم بکنیم به کی؟ اونایی که خوب رانندگی میکنن. خیلی موافقم. اونایی که قوانین راهنمایی و رانندگی رو رعایت میکنن. تو رعایت میکنی؟ راست بگو، ماشاءالله قوی و تنومندم هستی، ولی بگو رعایت میکنی یا نه؟ بله. آره؟ واقعا رعایت میکنی؟ چند تا تالا چیز چرا قرمز توی یه سال چند بار رد کردی؟ اصلا رد نکردی. بود نمونه چند بار وارد شدی؟ اصلا. بهت افتخار میکنم. خب پس تو هم جزونه. کیا توی یک سال گذشته چرا قرمز رد کردن؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه ده. خوشحالم از اینا. منو ببین. ده نفر. کیا ورود ممنوع وارد شدن توی یک سال گذشته؟ یک دو سه چهار پنج شیش هفت. تو؟ آها، دو با دو با دو چرخه رد کرده. نباید، هیچ به نظرم وسیله نقلی نباید، چون خطرناکه. خیلی هم بیشتر خطرناکه، چون حفاظت هم کمتره. یه بار دیگه ببینم، یک دو سه چهار پنج شیش هفت هشت نه تو ده یازده دوازده سیزده چهارده پونزده شونزده. شونزده نفرم ورود نمونه. روی خط آبر پیاده چند نفر تالا باست دادن؟ همیشه با میستید. کیا بگین؟ یک دو سه چهار پنج. بچه ها نکنین این کارو. چرا این کارو میکنید؟
خدای بزرگ، خدای بزرگ. بچه کمربندامون باز الان نه؟ ببندید. یک، دو، سه. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که قوانین رو اصولا رعایت میکنن، مخصوصا قوانین راهنمایی و رانندگی رو در سطح شهر و در سطح جاده های بیرون از شهرها. این همه آدم دارن کشته میشن فقط به خاطر اینکه قوانین رو رعایت نمیکنن. آماده؟ به افتخارشون. بریم برای خنده 25 ثانیه. نفس دومی، سومی نگه میده، نگردان. یک، دو، پرت کن. دوباره نفس، نفس. نه نفس، 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 نفس. بنداز. خب در این حال اینم بگم که قطره قطره از 2 میلیون نفر رد شده. خیلی خبر خوبیه، ولی من توقعم بیشتره. و همچنان هم میدونید که ماجرای خب گفتیم بهتون که در روستاهایی داریم تحقیق میکنیم کدوم روستا، روستامون رو پیدا کردیم و اقدامات اولیه رو هم انجام دادیم و دیگه داریم میریم برای راه اندازی سیستم آبیاری قطره‌ای. به زودی تصاویرش هم بهتون نشون میدیم، اتفاقات درجه یکی داره میفته به کمک همه شما و 780 و خندوانه و هممون با هم دیگه. مسابقه پیامکی. سوال: بعد از دماوند بزرگترین قله ایران کدام است؟ یک، علم‌کوه. دو، سبلان. عدد درستش رو به 3500 ارسال کنین و هر شب یه نفر ته قرعه کشی 500,000 تومان کارت هدیه میگیره. یاریم. بعد از دماوند بزرگترین قله ایران کدام است؟ یک، علم‌کوه. دو، سبلان. اگه فهم کنین علم‌کوه یک، اگه فهم کنین سبلان دو. خب بریم بیاین دیگه. نه، یک، دو، سه. اینجا نمایشگاه ایران نوشته. ایران نوشت. بله، ما یه 2-3 سالی یه حرکتی شروع شده که توش یه سری آدمایی که فعال فرهنگی بودن، دغدغه داشتن، دانشجو بودن یا بازاری اقتصادی بودن، اومدن طرح‌های ایرانی رو دفترها، حالا از کلا قرمزی بگیر تا شکرستان تا هر چی که بچه‌ها دوست داشتن، علاقه داشتن، کار کردن، دور هم جمع شدن. اینجا هم دور هم جمع میشن. امسال هم سومین ساله که این حرکت اتفاق میفته. این عکس و شمایل ایرانی رو بزنیم که چی بشه؟ بچه تو یه موقعیتیه، تو اون مقطع سنی به شدت احتیاج به الگو داره و الگو گیری میکنه. یه وظیفه ایجاد میکنه که این بچه که میخواد مدل زندگیش رو انتخاب بکنه، بیاد رو مدل زندگی خودمون خیلی راحت، یعنی به جای که یه کشور دیگه ای، یه کاراکتر خارجی که خیلی ربطی به ما ندارن، خیلی بخوام خلاصه بگم، ساده بگم، ربطی به ما ندارن، اونا بشن محور زندگی این بچه. کسایی که یا برای خاکوبون تلاش کردن یا نه آدمای ساده ای ان یا نه آدمای بامزه ای ان. ما الان کل اینجا یکی دو روزه اومدن دنبال جناب خان. یعنی شما اگه یه کاراکتر جذاب دوست داری بچه نشناسه اتفاق نمیفته. ولی آره، وقتی که زندگی کرده باشه، صداشو شنیده، یعنی بود داره شخصیت، حالا تو هر رسانه‌ای دیده، این اتفاق میفته. یعنی حتی مثلا ما تو مفاخر ملی مون هم، مثلا تو شهدامون هم، اونی که بچه سریالشو دیده مثلا شهید عباس بابایی، اونو خیلی دوست داره تا اونی که نمیشناسه. این شناخته خیلی مهمه، دوست داشتن خیلی مهمه، ارتباط برقرار کردن خیلی مهمه. شما خود
خودت بچه بودی نوشت افزاره اون موقع رو یادته؟ چیا بودن؟ اون موقع اصلا دفتر ساده بود، یعنی حالا مثلا از این یا شعار می نوشتن یا عکس گل بود یا عکس های خدمت شما عرض کنم که خیلی کاراکتر محور نبود. آره. دفتر سال می جاروش دفتر تابونی می نوشتن، بازرگانی می نوشتن، دفتر دولتی یا تعلیم تعلم عبادت هست پشتش. آره آره آره، کار متنوع بود که حالا تولد تولد تولدت مبارک 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 تولد. بچه ها شما هم بیاین جشن تولدمو با هم شاد باشیم. ایشالله بگیرید جای نمونای خارجی ولی با کیفیت و خوب و خوش آب و رنگ. آره ما هم تلاشمون همینه، یعنی واقعا کاری که به این که مزینه که ایرانی ملی کشورمونه با افتخار بچه بگیر دستش و خانواده همطوری، یعنی چه به لحاظ قیمت احساس خوبشون دست بده که نه گرونتر نیست چون لزوما داخلیه و هم به لحاظ کیفیت. احمد جان آقا یه قولی هم می‌خوام شما بگیریم. ای بابا از این دوستان برنامه بگید آقا بیارن، خیلی خواهان داره. چه سالی که نرسید سال بعد جناب خانو آها جناب خانو دفترش خلاصه. آره. از الان قولشو بگیریم که انشالله سال بعد حتما با افتخار انشالله. شارشی بخند شادشی هیجان رقابت 16 نفر 16 نفر 16 نفر 16 نفر کمدین در مسابقه خنداننده برتر خندوانه حرفه‌ای‌های خنداندن خنداننده‌های حرفه‌ای در خندوانه. نفس درف یه دیگه خلوب آب بخور باید هیجان ایجان آه باشه. اعطای نشان طلای من یک کمدینم در خندوانه، بهترین کمدین رو کی انتخاب میکنی؟ مردم بلده. مردم فیهای خنداندن دور هم جمع شدن تا خنده رو لب شما بیارن. ما خنداننده حرفه‌ای هستیم در شبکه نسیم. شبکه چی؟ شبکه نسیم. می خندوانه تو شبکه نسیم پخش میشه. بس فکر کنید حالا کجا پخش میشه. اگر توی زندگیمون تلاش نکنیم هیچ فایده ای نداره. آدم ها با تلاششون و رسیدن به اون نقطه هایی که برای خودشون تو مسیر تعیین میکنن و چکشکاری که خودشونو میکنن اهمیت دارن و ببینیم چقدر این مسیر رو میتونن نقطه ها رو فتح کنن و برن جلوتر. میخوام دعوت بکنم از یکی از رفیقام، بازیگر، کارگردان و عزیز. با افتخار دعوت میکنم از جناب آقای مهدی پاکده. ادامه میدادین خوابم هم میومد. آره وقت داشتی میخوابیدی؟ آره والا آتیش پره. انقدر خوشحال شدم خوابن همه. سلام علیکم. سلام سلام سلام، خیلی مفتون. به به چقدر پر انرژی و خوب، اصلا انگار نه انگار 3 ثانیه قبل خواب بودن. مخلصی.
راستش رو بخوای الان هممون آماده ایم. آماده چی؟ یک دو سه. خوبه ولی بیدار شیم. آره بیدار شیم. آره. خوبی؟ خوبم خیلی ممنون. چه خبر؟ برام حرف بزن از خوبیات بگو. برم ما اگر خوبی داشته باشیم. هزار ماشاءالله. چه خوب؟ اگر خوبی داشته باشم که نیاز به گفتن نیست. اگر خوبی داشته باشم. آره از این فروتنی خود. آره لوس و اینا. خوب. اگر خوبی داشته باشم نیاز به گفتن نیست. معلومه دیگه. بدیا رو آدم باید بگه. چرا؟ خب بدیاتو بگو. یه خورده از بدیات بگو. جدیدن یه ذره غرغرو شدم. چرا؟ نمیدونم مال سن و سال فکر کنم. من یه ذره توهم پیرنگاری هم دارم، موهام سفید شده فکر کنم. آخه سنی نداری شده. که تو هنوز 35 سالمه. با 35 که سنی نیست. نصفشو دیگه، نصفشو رفتم. تا 70 مگه میخوای بری؟ آره. قلم 70ه. نه بابا جلوتر نمیخوای. خوشبینانه آره. نمیخوای ردش کنی؟ نه بابا بس دیگه، بس نیم. چرا اینقدر ناامیدی راجع به زندگی؟ پاشو برو عزیزم، صلاحیت نداری الان در خندوانه رو میریزی به هم. پاشو بیا. خب 80. پاشو بیا. 80. 80. 80. نه اصلا اونش مهم نیست، هر چقدر 100 سال، 5 سال، 2 سال دیگه، ولی امیدوار. آره اون که امیدوار. آره. آره بابا میشناسی منو. بله خیلی میخندم و خوب. خندوانه برات بذارم؟ نه میخورم خودم. خواهش میکنم. من افتخار این که من بشقاب شما رو پر از هندوانه کنم و به این بده. بفهمم. ببخشید. من اینم شنگام. متشکرم. خب زشت اینطوری، من نمیتونم هندونه بخورم. چرا؟ به همه بدین هندونه. چقدر لوس. مجبورم. نه قبل از که من افسرده بیوشم عربت رو بزن به عقل. راضی الان؟ آره اتفاق نیفته. نه 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 برو بگو که چرا غرغرو شدی؟ خب توهم سن انگاری گفتی؟ نه موهام سفیده فکر میکنم پیر شدم. آها ولی در صورتی که اینطور نیست. نه اون که شوخی میکنم ولی اینجا چند سالته؟ دو سالته؟ این که مال 4 سال پیشه. نه این که هیچی. اون آره اون قبلی کار آقای احمد امینیه، اولین شب آرامش. این خودمم. اون خیلی این الانه. آره مهدی چرا اینقدر ما زود شروع کرد سفید شدن؟ مرسی. شما ها که بیماری پرپشتی دارین چی کار میکنین؟ من به اینایی که من سوالم برعکس شماست، اینایی که مو ندارن تاسن و اینا، من همیشه میگم میرین همون چجوری شامپو کف میکنه رو کردن؟ سؤاله برام. میتونن اونش با ما، اون مدت که شما کفش با ما. آره. ما بلدیم کف درست کنیم دیگه. نمیدونم. نه بمیرم. دستت آسیب دیده اینجا یا تو فیلمه؟ نه مال فیلمه. آها آره من فقط سر فیلم محمد یه بار آسیب دیدم. چجوری؟ از رو اسب خوردم زمین، دو تا دندم شکست. نه بابا. بعد یک ماه با دنده شکسته بازی میکردم تو فیلم. خیلی سخته وقتی دنده آدم میشکنه، خدا برای کسی نخواد، ولی نفسم نمیشه کشید. نه بعد فکر کن بر رو اسب تاخت میمدی. بعد میتکونای اسب وای بیهوش میشدم. واقعا زرش کشیدی؟ خیلی. ولی خب درست انقدر کار با ارزش بود که آدم دیگه. نمایش فیلم شروع شد. چهارم شهریور. خیلی مبارکه. متشکرم. ممنون. بالاخره بعد از چند وقت؟ بعد یک میلیون سال؟ نه 7 سال تولیدش طول کشید که پیش تولید دو سه سال. تو چند سال درگیر فیلم برداری؟ من یک سال و نیم فیلم برداری و حدود 6-7 ماه تمرینات سوارکاری و شمشیر بازی و اینا. قبلش، قبل از شروع. آره. آمادگی جسمانی برای شروع کار. آره چون باید تبدیل میشدیم به یه عرب بادیه نشینه. کیا فیلم محمد رو دیدن؟ هنوز ندیدیم. یعنی تو جشنواره اینا هم نتونستیم دیدیم. خیلی خب دیگه نمایش داده میشه، بریم ببینیم. کار آقای مجید مجیدی و خیلی بزرگی از همکاران و دوستان و چه داخلی چه خارجی. بله خسته هم نباشه. متشکرم. خب بعد بگو که بگو دیگه بدیاتو دیگه داشتی میگفتی؟ آها از بدیام. به غر افتادی؟ نه غر افتادی؟ چه جوری غر میزنی؟ نمیدونم. به جون همسرت غر میزنی؟ بعضی وقتا. آره نه دیگه اون تفلک داره کار میکنه. آره. زحمت میکشه. میدونی یه لقمه نون حلال بیاره بذار تو سفره تو شکم تو سیر کنی. تو که کار نمیکنی. راست میگی. نه؟ آره
و الان چند دیگه چی کار بکنم؟ هرچی پول داشتین نداشتین جمع کردین یه فیلم ساختین. آره. فیلم هم هرچی بفروشین میخواییم بدین یه جا دیگه جای دیگه، درسته؟ آره آره. پس هیچی قرار نیست در بیاری. یه فیلم هم که ساختی پول دست نمیاد ازش و... هنریه، خیلی هنریه، پس اصلا نمیفروشه. آره دیگه، برای همین با خیال راحت گفتین اینو میدیم به آقای اسعدی. به آقای اسعدی. آره. یه شبهه ایجاد شده بود که بگو. که چرا ما اسم ایشونو آوردیم و اینا. تهیه کننده یه خبری رو خوندن که آقای اسعدی، احمد رضا اسعدی، بازیگر قدیمی سینما و تلویزیون. خیلی هم ارادت دارم خدمت شما، آقای اسعدی خیلی دوست دارم. خیلی ماهن. خیلی. ایشون خودشون رسانه‌ای کرده بودن که من دارم جلوی سینماها به خاطر حالا زندگی آبرومندی دارم. همینطوره. چیز میفروشم. یه سری خوشبار چیز فروشی میکنم. آره چیز فروشی میکنم. ما این خبر رو خوندیم، بعد تهیه کنندمون تصمیم گرفت کل عواید فروش فیلم فردا رو تقدیم کنه به آقای اسعدی و همه رسانه ها ناراحت شده بودن که چرا آبروبری کردیم، چرا اسم آوردین اینا. گفتیم بابا اصلا از این از اون خبری که خودشون دادن متوجه بله. شدیم، برای همین ما هم اعلام کردیم و این اصلا برای ایشون به نظر من زشت نیست. زشت برای کساییه که هوای هنرمندا رو ندارن، حالا نمیدونم اسمشون مسئوله، نمیدونم چیه اسمشون، هر کی که هست، اونا برای اونا زشته. یه هنرمند داره تو این شرایط زندگی میکنه، برای ایشون اصلا زشت نیست و ما هم کاری بود که از دستمون برمی اومد. درسته. دست میخواد ها اینا. چی؟ دست میخواد. راست میخواد. نه. انقدر محو این تأثیر گذاری تو شده بودیم. همه محفوظ. همینجوری مونده بودیم. این کیه دیگه؟ چیکار کرد؟ قهرمان. متشکرم. فیلمه چقدر تالا فروخته؟ نمیدونم. به تهیه کننده اعلام میکنم. خوبیه هنر تجربه اینه که هر چقدر که فروش کنه کاملش بله برمیگرده به برای صاحب سرمایه. بله. هر چقدر مردم بیشتر برن فیلمو ببینن به یه هنرمند کمک کرد. کیا فیلم فردا رو دیدن؟ خسته نباشید. خسته نباشید. اولا که خیلی بده یه هنرمند میاد میشینه اینجا، رفیقمون هم هست، فیلم ساخته به همراه دوستش ایمان افشاریان. ایمان افشاریان و این فیلم الان نمایش داره داده میشه. چقدر فکر کنم چیزی کم نزدیک به یک ماه شده. بله از اول ماه رمضان بیشتر شده. بیشتر هم شده. 45 روز. هیچ کدومتون فیلم رو ندیدین؟ آخه یه ذره شرایط اکرانش هم حد میده. آقا چرا هنر و تجربه است یه ذره. بابا هنر تجربه میشه رفت نگاه کرد. چرا مثلا بله از باطلاق بعد رچی بری توش از نه. مثلا یه سری سیم و اینا ریختن فیلم پاردار داره. جلو سینما فرنگی کنده. آره. بعد مثلا آره دیگه. دو دقیقه بار صندلی‌هاش هم برق وصل میشه. سختی بعد بکشی فیلم. آره. بریم فیلمو ببینیم. به علاوه اینکه این فیلم وقتی داره یه کار اینجوری خیر درست فرهنگی داره میکنه که کمک بکنه به یکی از بازیگرای شریف مملکتمون، به نظرم این کمک هست دیگه. من خودم 10 دفعه میام میبینم یا بیام 10 تا بلیت میخرم. متشکرم. قش. ما برای شما نمیشه خصوصی میذاریم. نه چرا؟ دیگه کلشو بخری. آها. یادت نره من اصفهانی ام. یادت نره من ترکم. جواب منو شنیدین یا نه؟ جواب منو شنیدین یا نه؟ ترک است. گفتم یادت نره منم ترکم. بله. نوکرتم. ببین. بگو که آره ترک اصفهانی خوردن به طور هم دیگه هیچ آره. کتوش در نمیاد. واو سرم داستانه. هیچ کس به هیچ هیچ رحمی نمی کنم. خیلی بد میشه. به من بگو که خب چقدر ای وای چیه؟ کدومی؟ ای گفته کدومه؟ نه 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 اون پایین گوشه سمت چپ بودم. آره. اون پایین؟ خواهرزاده هم بودن. اون خواهرزاده ها بودن. آره. هر سه شون مالی خواهر بودن؟ نه خواهرای مختلف. محلا رضا وجیه الان بزرگ شدن بچه دارن. تو کوچکترین عضو خانواده پدریتی نه؟ بله بله. و با فاصله زیاد. بله اول برادرم حسین آقاست، بعد سه تا خواهرام، بعد مسعود، بعد 10 سال من. آها. آره من و مسعود 10 سال فاصله سنی داریم. آره تو نسبت به همه خواهر برادرا از همه خیلی کوچیکتری و با میتونی با بچه‌های اونا. آره همسن خواهرزاده هم تقریبا برادرزاده هم اینا. خیلی باحال بود بچگی. اه. آره دیگه
دایی بودم، عمو بودم، ولی همسن و اینا با هم بازی میکردیم. اونم راحت میزدن. بعد مثلا نه تو کوچه مثلا بهم گفتن دایی پاس بده، دایی پاس بده فوتبال اینا، با همه داییش چجوری دایی همیشه آدم گنده است، این چی چرا داییش اینه؟ چرا داییش این شکلی؟ آره عموش چرا همسن؟ باحال بود خیلی. آره خیلی رفیق بودیم با هم. تویی؟ آره خدای من. آره تو هم پای سر میتونی برگردی نگاه کنی؟ آره خب میتونی تو این ور رو ببینی، من این ور. نه این برام نزدیک‌تره، بعد اونجا یه نورایی خورده توش، من درست نمیبینم. راست اینجا واضح‌تر. مجاب شدم. چی شدی؟ مجاب شدم. مجاب شدی. آره آره اینجا ببین، مثلا ببین ببین چه کرده. خب اون موقعی که کارگردانی میکردم مثلا اینا، آها اون جس کارگردانی بوده دیگه، این عینکه و اینا اصلا عوامل حساب. چه کارگردانی میکردی؟ خیلی خوش اخلاق بودم. راست بگو. ببین آخه ما یک ما تو جنگلای فومن تو پاییز فیلم برداری میکردیم. به به بهش. بهش. ولی خب سرد بود دیگه. بارون میومد. من خودم صبح میرفتم چوب پیدا میکردم و گرم درست کنم یه جایی و بچه‌ها حال میکردن. گفتم چه کارگردان باحالیه. باحالی کرد. آره. باحالم کلا. آره. 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 یه چیزیه که میدونی همچین چیزایی تو خودم دیدم. حالا میاد سراغت میفهمی. آره میاد. چه خبره؟ آره دلم تنگ شده براش. خب مهدی جون لبخندت بزن. هیچ چی نه حرف نزدیم من و تو، هیچ حرف مشخص رو به جلوی نزدیم، همش عین قورباغه پریدیم این وقت پریدیم اون وقت. وقت 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 همش اینجوری. یه سوال دارم، راحت باش با من فکر کنی که تو برنامه های قبلیت هم فکر کردی مثلا صحبت رو به جلوی داشتی تو کل برنامه. شاو چینی بکر خود لبخندت هم بزن. هیجان، رقابت، 16 نفر کمدین در مسابقه خنداننده برتر خندوانه، حرفه‌ای‌های خنداندن، خنداننده‌های حرفه‌ای در خندوانه. نفس درافت یه کلوپ آب بخور می‌بینی؟ باید هیجان ایجاد کنم. آه باشه. تای نشان طلای من یک کمدینم در خندوانه، بهترین کمدین رو کی انتخاب میکنی؟ مو. مردم بلده. مردم حرفه های خنداندن دور هم جمع شدن تا خنده رو لب شما بیارن. ما خنداننده حرفه ای هستیم در شبکه نسیم. شبکه چی؟ شبکه نسیم. می خندوانه تو شبکه نسیم پخش میشه. بس فکر تا کجا پخش؟ اخه و آقای دلاوری اینجا لوکیشن مشق شب بوده ها به نظر؟ دیگه الان مشق روز شده دیگه. آره همینجا میگرفتم. چند ساله با مهدی پاکدل دوستی؟ حدود 10-12 ساله که خیلی صمیمی هست. اولین بار که دیدیش یادت کجا بود؟ تئاتر شهر هم دیگه رو دیدیم. تو راه رو؟ آره تو راه رو، تو آسانسور خیلی یادم که هم دیگه رو دیدیم و اینا. مهدی موهاش هنوز خیلی سفید نشده بود. ما دقیقا چهرهش یادم، یکی که موه سفید اینجا داشت. پیری زودرسه یا ارثه چیه؟ شما چی دوست دارین؟ ارثه دیگه گیریمه کجاش پیره؟ خب
بعد از اونجا با هم دوست شدیم. آره دیگه از اونجا دوست شدیم و بعد دیگه سر چند تا کار با هم بودیم و دیگه خیلی صمیمی‌تر شدیم و هیچ وقت با هم دعوا نکردیم. هیچ وقت با مهدی؟ آره. نه با قهر نکردیم؟ نه با اصلا به اینجا نرسیده؟ نه برای چی آخه قهر کنیم؟ یه بار که عدستش خیلی خندیدی رو یادت بگی؟ آره تقریبا هر موقع میبینم اشت عدستش یه دفعه مثلا چی کار میکنه؟ خیلی کارو میکنه. اصلا چی؟ جوک میگه نمیدونم جوک میگه خیلی خوش صحبته خوش رفتاره خنده روه جالی بعد عرض کنم که خاطرهاش پایان داره ته داره برعکس من خودش همیشه من میگه تو چرا خاطرات ته نداره رو هوایو بل میشه همجور نه خودم فکر میکنم ته داره همگه فکر میکنم ته نداره ولی مهدی خاطرهاش ته داره خب خوبه یعنی به یه جایی میرسوندش تموم میشه تکیه کلامش چیه؟ مای دلاوری آقای دل... آها هیچ وقت نگفتی چرا فامیلیت پاک دله؟ نه به چه جوری؟ شاید مثلا حالا شوخیشو انداختیم که دلت پاکه دلت پاکی نیست چه جوریه یا اونام به من میگن آقای دلاوری نیستی آخه این چیزا که مربوط به فامیلی اینا میشه آدم فقط مربوط به این رفاقت ها نیست از دوران مدرسه و اینا داری تا آخر عمر غذای مورد علاقش چیه؟ ماکارونی خیلی دوست داره. ماکارونی. خوبم درست میکنه. اصلا ورزش مورد علاقش چیه؟ تو اصفهان اینا واتر پولو کار میکرده، بازی میکرده و اینها. خب. آره. بعد یه مدتی صخره نوردی و اینا میرفت. آها چه خوب. آره، از این کارا میکرد و اینا یه چند وقتی هم ما با هم دیگه بدنسازی رفتیم بعد دیگه مشغلهش زیاد شد و فرصت نکرد. تفریحش چیه؟ مهدی هم آدم فعالیه، یعنی آدم چیزی نیست، آدم تنبلی نیست، کتاب میخونه، فیلم نگاه میکنه، گیم بازی میکنه، تمام عرض کنم که نمایشگاه عکس و نمیدونم نقاشی و فلان و اینا همه رو میره. خودش دخیل توی آلبوم های بعضن آلبوم های مثلا شعر و اینا بوده که اومده بیرون و مهدی توش شرکت کرده. تئاتر و تلویزیون و سینما هم که کار میکنه. فقط و فقط یه ویژگیشو بگو. فقط یه ویژگی های زیادی داره. یه دون. فقط یه دونه. آدم خنده رو و همین دیگه بشاشی آره بشاش. خنده رو خیلی تنهایی کفایت نمیکنه بشاش خنده رو بشاش خوش سرحال سرحال فردا تولد مهدی پاکدل چی میخری که خیلی به وجد بیاد نه اصلا هر چیزی که با تکنولوژی روز پیش بره و نداشته باشه بخری خوشحالش میکنه مثلا مربوط به موبایل میشه مربوط به ساعت میشه مربوط به دوربین میشه اینجور چیزا یه نقششو که خیلی دوست داشتی اهل قبور یه شخصیتی بود که آره یه خود منفی بودیم و تیپ خاصی بود اصلا اونو خوب بازی کرد بالاخره خب نه بابا بازیگر مهدی بازیگر خوبیه بابا بله بله تیپ توان الان که کارگردانم فیلم داره رو پرده بله براش بازی کردم من یه چیز خودمونی رو به دوربین بهش بگو چیز خوب مثلا تو مایه که دوستت دارم عاشقتم نه مثلا مهدی اون پول منو بده یا مثلا اون قراری که داشتیم یا مهدی پول منو بده بابا این پول خوب جایی گفتی نمیده پول میگیره نمیده خب لطف کردی خواهش کنم خیلی ممنون زحمت کشیدیم همیشه خوش و خندون و این رفاقتتون ادامه داشته باشه سلامت باشی قربونت خندوانه عزیز دلم گوش کنین حواستون جمع بکنین منو دقیق نگاه کنین به من گوش بدین دارین تلفن رو میزنین بزنین زمین الان اونور فلان خاموش کنین ام دقیق من حواست جمع یک مسابقه بسیار بزرگ و جذاب کتابخونی میخوایم راه بندازیم در خندوانه این شکلیه که دو تا کتاب انتخاب کردیم براتون یک کتاب اسمش هست جام جهانی در جوادیه دومیش هست یک عاشقانه آرام این کتاب متعلق به نویسنده آقای داوود امیریان و این کتاب متعلق به نویسنده آقای نادر ابراهیمی بسیار کتاب‌های جذابی‌اند و دو ژانر و دو حال و هوای مختلف بستگی به علاقه و سلیقه‌تون داره که کدوم انتخاب بکنید روش انتخاب کتاب اگر ندارین از امشب مسابقه شروع میشه تا دو هفته دیگه دق درش بسته است دیگه نمیتونین کاری انجام بدین از همین امشب اگه کتابو دارین شروع کنین خوندن
حفظ باید بشینا، حفظ حفظ. یعنی جزئیاتی از توی متن کتاب ازتون پرسیده میشه که اگر همینجوری علکی خونده باشین یا علکی ورق زده باشین امکان نداره بتونین جواب بدین. خب دقیق میخونین؟ اگه کتابو دارین که هیچی، اگه مثلا میتونین از کتابخونه محل یا از دوستی جای تهیه بکنین هیچی، ولی اگه نمیدونین الان چجوری باید تهیهش بکنین، میرین توی 780 به شکل کاملا رایگان، این عملیات رایگانه، اونجا که ثبت نام کردین توی 780 میرین توی گزینه خندوانه، بعد از توی خندوانه میرین توی مسابقه کتابخونی که اسمش هم هست بخون و ببر، مثل هندونه که میگن ببر و ببر، بخون و ببر جایزه میبرین. الانم میگم جایزه چی میشن. میرین اونجا ثبت نام میکنین و میگین که من این کتابو یا به شکل PDF الکترونیکشو میخوام یا خود کتاب فیزیکشو، یعنی خود کتاب رو میخوام چاپیشو، براتون میفرستن یا لینک PDFو براتون میفرستن که از کجا برید دانلودش کنین یا از طریق پست سری میاد در خونتون. فقط بجنبین، دو هفته بیشتر وقت ندارین، کتاب میخونین، بعد 13 نفر انتخاب میشن، 13 نفر از کسایی که بالاترین امتیاز آوردن. سوالم از دو هفته دیگه توی 780 همشون وجود دارن، باید همه رو جواب بدین برین مراحل بعدی. از کسایی که یا توی تلفن 6424 که اینم رایگانه براتون هزینه نداره، میرین اونجا و توی اونا سوالا رو جواب میدین. کسایی که بالاترین امتیازها رو آوردن از توشون 13 نفر انتخاب میشن میان توی استودیو، اینجا مسابقه نهایی برگزار میشه، به سوالا باید جواب بدن اون 13 نفر. نفر اول 20 میلیون تومان جایزه، نفر دوم 15 میلیون تومان جایزه، نفر سوم 10 میلیون تومان جایزه، 10 نفر دیگه هر کدوم 2 میلیون تومان هم هدیه میگیرن پول نقد. خیلی خوب بدوین، معطل نکنین، خیلی جذابه. دوره‌های بعدی هم همینجوری قرار این اتفاق بیفته. بریم بیاییم. مهدی پاکدل عزیز اینجا نشسته، داریم گپ میزنیم، البته اجازه دادم برگرده دوباره توی استودیو چون چرخوندنش رفت. و اینکه الان جناب خانم اینجا وی وی سیاهه عقابه، سیاهه عقابه، به 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 به، خواستم تماشاگرها یه تستی بکنم. آفه آقای پاکدل، آقای پاکدل، آقا طاهر، واقعا خوشحال شدم که شما زنده ای. به جان خودم، یعنی رفته بودی تو کما، ما گله گله عشق میریختم پای تلویزیون. ببخشید تو رو خدا، اینقدر ما دعا کردم که نمیری ولی نشد دیگه. خدا بیامرزته. ولی ایشون الان سریع و سالم اینجا نشسته، خدا رو شکر. آره خدا، حالا بعد برنامه بیا بخور به دست بزنم باورم بشه که اینجا این شرطی. آره شش شش، حالت خوبه؟ منم خیلی دوست داشتم از نزدیک ببینم. بدای تو بشم. حالا رامبوت که رفت، بعد میام دوتایی با هم عکس سلفی میگیریم. آره باشه، عالی میشه. چرا من نباید باشم تو عکس سلفیتون؟ دلایل شخصی داره دیگه. شما به هر حال نگاه کن، من یه مشکل دارم، این ان شاءالله شما حل کنی این بحث هم دیگه بین ما حل میشه دیگه. مشکل چیه؟ همون اسم دیگه، یه کوچولی دستکاری توش بکنه. آره بابا چی کار کنم جناب خان؟ ما مجبور نباشم بگم رامبود. آره بگم یه رفیق ما هست مثلا، هر اسم دیگه بینامی چیزی بذاری مثلا. کسایی که موافقن من اسمم عوض کنم دست بالا. جانته دست بالا، جانته همه دست بالا، همه دست بالا، بالا بالا، یلا دست بالا. ببخشید آقای، بس اصلا چه ربطی با آقای پاکدل داره؟ بعدن خودمون خودتون حلش میکنید. بفرمایید، مشغول باشین. قربونه. مهدی بگو که الان خانم بهنوش دارن چیکار میکنن؟ بهنوش داره رکورد میشکن. یعنی چی؟ تو یه نمایشی داره بازی میکنه تئاتر، بهنوش تو سالن اصلی تئاتر شهر مونولوگ. 700 نفر گنجایش اون سالونه، نزدیک 700 نفر. یک ساعت و نیم تنها روی صحنه مونولوگ میگه. ماشاءالله. مونولوگ؟ آره. یعنی تکگویی. تکگویی میکنه. تکگویی؟ آره. یه نفر. راحت بگو مونولوگی دیگه، تکگویی چیه؟ همون مونولوگ. آره دیگه مونولوگ. و واقعا تمرکز وحشتناک میخواد. از صبح بیدار میشه تو تمرکز و این مدت خیلی خسته شد. کار آقای تهرانی.
جلال تهرانی. و تا کی روی صحنه است این کار؟ جزو خوبای تئاتر دیگه جلال تهرانی. بله فوق العاده است. تا قرار تمدیدینا بشه ولی فکر میکنم تا همین اوایل شهریور تموم بشه. آره 38 تا اجرا رفتن واقعا طاقت فرساستا. همون نون حلالی که در میاره میذارید تو سفره. آره تو همون تو میای اینجا اینجوری حرف میزنی. آره به خدا ازش تشکر کن. بهنوش جان دست درد نکنه، خسته نباشی. واقعا بابت این یکی کارت که باید دست مریضات بهت گفت عاشقت. باشه جان. جناب خان دیدی با همسرش چجوری حرف زد؟ میشه مونم الان تشکر کنم؟ از کی؟ از اهلا. آره؟ میشه؟ و بعد دیدی آخرش هم گفت عاشقتم. آره چقدر قشنگ بود؟ میشه الان باید تشکر کنم؟ آره بفرمید اونا تون لنس نگاه کن از همین تریبون مبابت تمام 35 سالی که زندگی منو سیاه و تلخ کردی از تو تشکر میکنم و قول میدم که 350 سال آینده هم بیام خواستگاری قربان. میدونی آخران بود ها. ما چون 35 سال دارم اینو خواستگاری توهم پیرنگاری دارم. ببین آتیش بره، ببین کجا میزنه. گرفتم خب من به خاطر موهام که سفیده این توهمو دارم. تو که صورتی و اینایی چرا جان تو یعنی حاضر بودم نصف زندگیمو بدم این موهای شما داشته باشم. یعنی 17 سال و نیم تقریبا. آره 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 17 آره. همون روز اول خواستگاری جواب مثبت بهت میدادن. جان تو؟ آره دیگه. اخه نه بابا به اینا نیست. چرا نه 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 شما اجازه بده به اینا نیست جناب خان. به کی هست پس؟ فکر نکن الان موهای تو رو بدی به اون شما مثلا دختر بهت میدن زود. موهای شما رو بدن چی؟ خوبه؟ بله میدم میدم. وای که میدم وای که آره. خب به من بگو که اجازه داریم؟ بفرما خواهش میکنم. کاره اینجا ما چاره میدی تو بچگیت تو مدرسه اینو شیطنت میکردی؟ معلم ها رو آسیب میکردی؟ نه اصلا خیلی آروم بودم. نمیدونم چی شدی و شیطون شدم. البته الان شیطونی ها من مؤدبانه است، کسی اذیت نمیکنه. ولی یه شوخی با کسی بکنی ناراحت شه طرف؟ واقعا فکر میکنم نه دوست. نه چون همیشه چی میگن جنبه احترام رایت در نظر میگیرم. شده کسی با شوخی کنه ناراحت شی؟ نه اه. نه اگر ناراحت شدم دیگه اسم شوخی نیست. خب من ظرفیتم احساس میکنم بالاست، یعنی آره. همه جور شوخی با هم بودیم دیگه. یادت تو آره. همون برنامه با هم چقدر گفتیم ما تو شام ایرانی. آره کشتیم هم دیگه رو. خیلی گفتیم خندیدیم، مشکلی پیش نیومد. ولی از یه حدی دیگه بالاترش دیگه اسم بله. شوخی نیست. آره اسم چیزای دیگه است که خب. و میتی تو رزومه کاریت کار تدوین داری؟ بله. کار کارگردانی داری؟ بله. جایزه هم گرفتی؟ بابت گرافیک چه بابت گرافیک و پوستر و کاری که پوستر تاعت میکنی. ولی در کارگردانی کاندیدا هم داشتی؟ کارگردانی نه نه, نه. خب تو بازیگری هم نداشتم. اوه اصلا نگران نباش، ما تمام داورای برات میخرم از امروز به بعد همیشه کاندید بشی. دمت گرم. آخه چه اهمیتی داره این چیکار؟ برای چی؟ خب تو پاریس سن ژرمن هم حالا دارم همین کار میکنم دیگه. چیکار میکنی؟ چمپیونز لیگ کل داورای خریدم. بس قهرمانیم. آره آره خب به سلامت. آخه ارزش داره واقعا همچین چیزی؟ بالاخره اصل قهرمانیه دیگه، باید به یه روشهای به دست بیاد. آره برای ایشون هدف وسیله رو توجیه میکنه. آره علی جایتوی چی گفتم شما باور نکن. آره نه واقعا حال نمیده که مثلا بدونی با پارتی بازی و رام تو اینا مثلا جایزه بگیری. چه فایده داره؟ اصلا هیچ کس از این کارا نمی‌کنه که. آره هیچ. من تا حالا ندیدم کسی پارتی بازی ما بکنه. ما اهلش نیستیم. مزه نمیده به آدم. نه کجا مزه یاره. خب بعد بگو که چی شد گرافیکو گذاشتی کنار؟ چی شد اصلا همه اینا رو کم رنگ کردی رفتی بازیگری می‌کنی؟ من خب رشته تحصیلیم گرافیک. آره؟ از اول که خب هنرهای نمایشی رو دوست داشتم. آره؟ من تا تو اصفهان رشته سینما و تئاتر اصلا نداشتیم تو دوره متوسطه. آره، دوره دبیرستان. آره فقط تنها رشته هنری که وجود داشت گرافیک بود. نه اینکه بدم بیاد، دوست داشتم گرافیکو به خاطر اون سریاله بود مال همون آقای مسعود رسام بیژن بیرنگ بود.
آی فرهاد جم گرافیس بود تو. آها همسران. آره همسران. آره. من عاشق رشته گرافیک شده بودم. اونو میدیدم. اون دوست داشتم گرافیس جم. بعد گرافیک خوندم اصفهان، بعد دانشگاه گرافیک قبول شدم، اومدم تهران. آره. حسن همجواری دانشگاهمون با تئاتر شهر ما رو تئاتری کرد. آه. یعنی فقط به خاطر بعد مسافت چهار ولیعصر بود نمی‌رفتیم تئاتر شهر. هی تئاتر می‌دیدیم و اینا. بعد از 3-4 ترم همه فکر می‌کردن که من دانشجوی تئاترم. چون همشون آره با بچه‌های تئاتر بودیم و اینا بود. بعد این مدت هم دیدم دیگه که هنوزم متاسفم بابتش. تا لیسانسم ادامه ندادم. آره وسطش ول کردم متاسفانه. ما بعد آموزی داره گفتن نداره. جناب خان یه موقع یاد میگیره بعد. بابا چقدر عجیب واقعا نگاه کن این زندگیو چه سرنوشتی پیچیده میشه. چطور؟ اتفاقا آموی منم تو پمپ بنزین کار میکنه. عجب. واقعا پیچیده است. نگاه کن زندگی میبینی چقدر قشنگ دست به دست هم میده چیزای جور میشه. اخه میگم آقا پاک دل شما به چه کجای آبادانی؟ بچه آبادان نیست. بچه آبادان نیست؟ نه بچه کجاست؟ بچه هومه آبادانم. نه جان تو بچه کجایی؟ بچه هومه آبادان دیگه اصفهان. به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به اصفهان رو که تا بنگری بهشت سانی، به زنده رودش سلامی ز چشم ما رسانی. وا چقدر ای اصفهان قشنگه واقعا. خیلی رامو جان. بله. رامو جان اون 5 تا ماشینه که تو قرعه کشی بردم خب با 5 تاش با هم بریم اصفهان پایه ای. اولا که یکیش که رفت. خب نه نه راست میگی 5 تاش 5 تا دیگه هم 3 تاش مونده دیگه. آره راست میگی. خب بعد اون وقت چرا با 5 تا باید بریم؟ بعد تو چه فکر می‌کنی هر 5 تا رو می‌بری؟ صبر کنم یعنی قرار نیست ما هر 5 تاش رو ببرم؟ نه دیگه یه الو بنام ای بابا بنام مسکه ایران بوده نمیفهم اینو باید بیاره اینجا کل خندوانه بپکنین وای نکن اینجوری وای این دم در اگه اسم ما در اومد که در اومد اگه در نیامد بیاین تو این سبزا و این صندلی ها ریز ریز کنین و همه به بافین تو هم آره تماشاگرا و آقای پاک دل و خندوانه ای بابا به بافین تو هم یعنی چی؟ ما گفته باشم دیگه این خشونت معنی نداره. به من توجه کن، به من توجه کن. اولا که بعد اینقدر شما اهل خشونتی میخوای ما رو دعوت دوستا دعوت میکنن بیان اینجا رو بپکنن، بعدم در نهایت اگر شما انشالله که ببری خب نبردی من خودم یه دونه به تهدیه میدم. وی وی جوانه نارگیله و بابه نارگیله رام بوده وی فرشته ولا فرشته حله آقا حله بفرمایی مشغول باشین حله دمت گرم ولی به شرطی که با هم بریم اصفهان. باشه میریم خونه آقای پاک دلینا. در خدمتم. اونجا منزل پدری بله هست بله. برقرار بله بله. خدا حفظ کنه بود قرمتون ماشاءالله. میری سر بزنی؟ والا خب پدرم که نه عمرشون رو دادن. بله روشون بله. شاد اصلا به خونه میری سر بزنی؟ به اهالی اونجا میری سر بزنی؟ مادرم هم دیگه خب تنها بودن تشریف آوردن تهران پیش ما هستن اینجا براشون خونه گرفتیم تهران هم چون دیگه اغلب بچه هاشون تهران هم. آره. یک خواهر بزرگ و اقوام دایی عمو اینا اصفهانن که فامیلای اتصالاتی هنوز وجود آره بله داره. بله میری؟ بله با اجازه دون. یه ذره اسپانی حرف بزن. چی بگم؟ هر چی دلت بخواد با جناب خان صحبت کن. چی بگم به خدا آدم چیزه یه قفل شدی. آره یهو اسپانی حرف زدن. آقای پاک دل کوکا جونم داداش میشه یه شعبه دوغ و گوشفیل آلو اورای بزنیم؟ آ ولی کلا دوغ و گوشفیل از اون چیزا درجه یک اسپانسا. آره اون دفعه آره. میگفتین گوشه فیل و دو خوردی بله. تالا؟ بله بله با طعم بله. آلو عویرا عالی میشه عالی یعنی. میشه مثلا بله. نفهم بعد اون وقت دوغه شوره؟ بله دوغ شوره بعد اون گوشه فیل آقا شیره آقا شما میشه. چرا اینو میگی؟ من خودم توی تبریز خب باقلوا رفتم خوردم مغازه باقلوا فروشی خب دوغ داشت اونجا یه لیوان دوغ پر میکردی با باقلوا میخورد شما دارین سرایت میدین اینو به همه جای دنیا. ببین اگر تبریزی از ما شما تحت تاثیر قرار گرفته اگر این اتفاق بیفته که کل دنیا میدونی اونجا اون مغازه اصفهانی بوده نه به خدا
نجونی خودم. آقا اصلا نمیفهم چرا یه آشامیدنی شور رو با یه چیز خوراکی شیرین باید خورد. آقا خیلی خوشمزه. یه بار تست کن خیلی عالیه. مغز آدم از کار میفته. نه 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 کوکا فلسفه نه. داره اینا پشتش. خیلی خوب. نه جدی میگم دوغه که میخوری فشارت میفته. خب این گوشفیله شیرینه، میخوری فشارت برمیگرده سر جاش. نه آخه دوغه هم نمک داره، اونم فشار میبره بالا. حالا دیگه وارد بازی های پیچیده نکن مایده. جلو مهمون ببخشی دیگه دهنم پرید. خیلی خوب، بهتی یه پانتومیم بزنیم. پانتومیم؟ آره باش. آره برای جناب خان اجرا میکنیم هر دومون پانتومی. دوباره این پانتومیماشون شروع شد. چیه؟ لوس نیست جناب خان؟ نمیفهمم، ما اصلا این خندوانه کلا نمیفهمم. و چرا هستی اگه نمیفهمم؟ همیشه هم هست. نمیدونم. یکیشو انتخاب کن. درگیری زندگی. سخت به خدا به من نمیدونم. همینجا، همینجا. خوب. برای جناب خان اجرا میکنی، جناب خان حدس میزنه. اگر خروس شد. یک دقیقه هم وقت کردی. آماده؟ شروع شد؟ یک، دو، سه. خوکولی خوکول. آقا پانتومیمه. چقدر قشنگ بود پانتومیمه. پانتومیم صدا نباید باشه. پاشفمو ببندن چه ایراد داره؟ نه هاشم هم ببندن چه خودت نباید از صدا استفاده کنیم. یادم رفت یه لحظه. خب حالا برو ببینم. خب دیگه بگم دیگه چیه؟ بگو چیه؟ الان که گفتم. نه خروس بیمحل بوده؟ نه. آها خروس جنگی. آفرین خروس جنگی. آقا ببخشید این صدایت ممکن بود یه تأثیری نداشت. تأثیری داشت؟ نه نه چرا؟ نه حالا اینم خوبونی خوبونه دیگه. اصلا تأثیر شما عالی کار کردی ما فهمیدیم تأثیر نداشت. حالا نگاه کن رامبد یه شب تا صبح توضیح بده هیچکی نمیفهمه. نگاه بدبختی ما نگاه کن حالا دست درد میکنه تکونش میدی؟ آشتیک سوپ سوپ مرغ سوپ مرغ سوپ اردک سوپ بیا بیا الان کی بود؟ سوپ نه من صدا سوپ اردک سوپ اردک بود؟ بازم یکی دیگه هم بوده دیگه چرا؟ ای بابا چه مقاومتی داره؟ آوازم باید بخونی حالا کینگ. نه به خدا من پانتومیم زیاد بلد نیستم. همه فکر می‌کنن چون ما هنرپیشه این بلد. با اینکه بلد نیستی ولی عالی داری کار. از بعد یا خیلی بهتر داری کار می‌کنی. خودی تحویلش نگیر. خروس بی‌محل. خروس جنگی. دومی خودتو بگیم عمرم بگه جناب نه بابا این که حالا دیگه ما اینو بزرگ کردیم دیگه بابا آبشار سوپ اردک بوم 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 به قارچی بمب قارچی قارچ سمی بیا قارچ سمی قارچ سمی بودو هم حد نزن اصلا من رو خورد کردی سر خانتونی او بمبه چی بود اولش پرت کردی رو زمین رد و برق میزنه این قارچ از زمین میزنن بیرون قارچ سمی خوردن رد و برق؟ رد و برق یعنی ناموسن یه نفر توی صد نفر فهمید این رد و برق بود مهدی چقدر کتاب میخونی؟ من کتاب هر موقع وقت کنم میخونم یعنی زیاد تو این چند وقته کتاب خوندی که دوستش داشته باشی به ما معرفی کنی؟ آره یه کتابی جدیدن خوندم سه تا نمایشنامه کوتاه مال وودی آلن آره به اسم کابوس نویسنده دردسر نویسنده اون واژه‌شو یادم رفت نویسنده آره نویسنده داره توش سه تا نمایشنامه است خیلی فوق‌العاده بود وودی آلن نابغه است دیگه بله ف...
فوق العاده است. نمایشنامه نویس، فیلمساز و بازیگر فوق العاده ای. متی حاضر بیرون از اینجا چیکار کنی؟ بیرون از اینجا آره، چیکار کنم؟ که یه عده احساس خوشحالی کنن. قولش هم اینجا بدی و بری انجامش بدی، روزش هم مشخص کنی، دوربین ما هم بیاد پیشت. یه مؤسسه تمام بخشی از نزدیک خونه ماست، خیلی مهجوره، کسی نمیره سراغش اینا. یه روز قرار می‌ذاریم میریم پیشش. همون که تو شریعتیه. آفرین. آره. میریم اونجا. بریم اونجا. خیلی عالی. آره. خیلی باحالن و خیلی کم سر کسی بهشون. آره بره. متاسفانه. آره من رفتم اونجا. درست. آره. الان بالاتر از پل صدر. آره. خیلی هم خوبه. واقعا یک اصفهانی باحال. ها؟ میگم یه اصفهانی باحال واقعا مهدی پاکدل. آره واقعا. وای مهدی پاکدل تو اهل اصفهانی. مهدی پاکدل تو اهل اصفهانی. یه لحظه فکر کردم به چه آبادانی الا. یه لحظه فکر کردم به چه آبادانی. خدا وکیلی تو ستایش داره کندی الا. خدا وکیلی تو ستایش داره کندی. ولی چه حیف آخر فیلم رفتی نموندی الا. ولی چه حیف آخر فیلم رفتی نموندی. و یه جرا رفتی جرا من بیقرار. یعنی یک ماه بعد از مرگ طاهر ما اینو برای خودم میخوندم تو خونه. یعنی تو تاثیر گذاشتی توی عواطفش. آخه ببخشید ببخشید. خلاصه یه هم کار که عدس ما برمی اومد. دم شما گرم. دمت گرم. خیلی چسبید. اوکی. تو دیگه نمیخوای فیلم بسازی؟ چرا؟ و اگه فیلم بسازی با آقای افشاریان میسازی؟ هنوز به اونش فکر نکردم، ولی قطعا همکاری میکنیم. آها. حالا ممکنه به یه شکل دیگه. چی شد تصمیم گرفتین دو نفر فیلم بسازین؟ کار سختی نیست دو نفره؟ یادم قبل از اینم که شروع کنیم این سوال از همون کردیم. ببین نه، ما یه رفاقت 10-15 ساله داشتیم توی تئاتر، رفیق بودیم، رفتم، یعنی خیلی خوب همدیگه رو میشناختیم. خب ایمان یه طرحی داشت، در مورد طرح با هم صحبت کردیم، با هم نوشتیمش، حتی سفر رفتیم توی لوکیشن نوشتیم فیلم نامه رو. بعد هم موقعی که می نوشتیم دکوپاژش هم فکر میکردیم که چیکار باید کرد، دوربین کجا باشه، اینجوری بگیریم، این دیالوگ رو حذف کنیم، به جاش این پلان رو بگیریم اینطوری. بعد گفتیم که ما که همه کاراش کردیم، اگر یه موقعیت ساختش هم فراهم شد با هم بسازیم. اینطوری شد که با هم ساختیم. نه انگار واقعا یه نفر کارگردانی میکرد اونقدر خوب، چون یه هدف واحد داشتیم. آره آره، هر کی به اون هدف نزدیکتر بود نظرش میرفتیم اون سمت. خیلی خوبه، میریم میبینیم فیلم همه با هم. مرسی مهدی جان. خیلی ممنون. تو از من هیچ سوالی نداری؟ خوبی؟ آره خوبم خدا روش. این لوح رو کوتاه بود جوابت. چه خوب. این لوح رو به پاس حضور در خندوانه تقدیمت میکنم. خیلی ارزشمنده برام. مخلصم. در محلی بذار که ببینیش. بله. تو جایزه گفتی نگرفتی در بازیگری، هیچ اهمیتی نداره و این به عنوان جایزه بازیگری ما به تو میدیمش. مرسی. این خیلی با ارزش داره. مخلصم. علاوه این که 7-8 هم که حامی برنامه‌مونه، هدیه‌اش رو تقدیمت میکنم. متشکرم. ممنون. وی بازیگر تئاتر با موی جو گندمی، پسر خوب و خوشتیپ آمو کلاس گندمی. بازیگر تئاتر با موی جو گندمی، پسر خوب و خوشتیپ آمو کلاس گندمی. اله ماشالله مهدی پاک، والا ایوالا مهدی پاک، خوش اومدی به خندوانه. آقا مهدی دمت گرم. مهدی جان جانم، بعد برنامه بیا با هم بریم چادگون بتابیم. میایم بریم بتابیم. آره بریم بتابیم. چادگون بتابیم با هم. ماشینش با تو. 5 دارم خیالت راحت. حل دیگه. بریم حلس. بریم حلس. حلس. بریم آبشاری سیمیروما اونجا. بعد میام اونجا. چیزاتو بعد بیاری با خودت. بیا جا میذارم همه چی. چقدرم برات مهم بود؟
نه مهم نه من فکر کردم دوره قرار بشینی اینجا. تموم شد؟ بله. نه بابا دوست دارم ادامه پیدا کنه، خیلی باحاله. جایی کاری دارین شما؟ تو خودت باید بری سر تمرین تئاتر. نه 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 بشینید. با این دردست تعریف کن برام. بریم چادگون تاب بخوریم. کجا بریم؟ تاب خوردن اصطلاح اسپانیایی. بله بریم چارباغ بتابیم. بتاریم؟ بتابیم. بتابیم یعنی گردش کنیم. آره آره بریم یه جا بتابیم، حوصلمون سر رفت. آره تابیدن یعنی تاب میخوریم. آره دیگه تاب بخوریم. خورشید هر روز صبح اینو به خودش میگه دیگه. آره میگه بریم بتابیم. آفرین. آره چه قشنگ. خیلی قشنگ گفته نه؟ خیلی خیلی. آره آره این طبع شاعرانته ها. آره 10 تا شعر برای احلام گفته و میخوام حالا به چاپ برسونم. آره. میشه یک شعر برامون بخونی؟ آره آره بخون. احلام جان امشب فردا شب و هر شب به خواستگاری تو میایم. چطور بود؟ خوب بود؟ خوب بود. آره قربان. خواهش میکنم. خواهش میکنم. اگه میخوای بمونی ما هستیم. هستی؟ آره. یعنی هیچ سختی نداره تایم برنامه تو؟ نه. شاه حسینی بچرخونش. چرا؟ این اینجوری نمیره. بچرخون. میام میام میام. خدافظ. نه میام. بازیگر تئاتر با موی جو گندمی پسر خوب و خوش تیپ عمو کلاس چندمی بله ماشالله مهدی پاک ولایی بلا مهدی پاک خوش اومدی به خنده وانه هله هله ما مهدی پاک هله ماشالله مهدی پاک ولایی بلا مهدی پاک دل خوش اومدی به خنده وانه هله هله ما مهدی پاک هله هله ما مهدی پاک هله هله ما مهدی پاک. خدا حافظ. شاید میره تو اتاق من در رو ببندید و بشرد. خیلی ممنون که منو توی برنامه‌تون دعوت کردین. خیلی حال داد. خیلی خوش گذشت. خدا حافظ مهدی. میام بازم اگه خواسته میام. قربان. خدا حافظ مهدی. جناب خان خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ مهدی. خدا حافظ. بفرمایید. خدافظ مهدی. خدافظ. نکن این کارو. منو نگاه کن. آجان. میزان رفاقتی که من با تو احساس میکنم تو زندگیم با هیچ کس احساس نکردم. ما هم همینطور میزان رفاقتی که با شما احساس میکنم با هیچ کی تا حالا احساس نکردم. خب این خیلی قشنگه که. صفر درد زده. خیلی قشنگه واقعا. تو هر چقدرم بخوای از این حرفا بزنی تفره بری از زیرش در ریا من کوتاه نمیام. یعنی اون محبت تو چشام خوندی؟ آره راست میگی؟ یعنی باور نمیکنم حرفاتو. موج عشق و محبت از جانب تو به من همین جوری داره ساطع میشه. یعنی الان مثلا هی موج از ما میریزه رو شما؟ آره آره پارازیت هم داره؟ یه بیریم بیایم بگو؟ آره بیریم بیایم. آره یعنی ما بشنمم یکی از 100 نفر بگه بریم بیای میرم برات. آره آره تهدیدم نمیتونه بذاره کنار. بریم 3, 2, 1 ما الان در فرشت هستیم. میخوام ببینیم بعضی ها به قولاشون همین کاره ایرون. یه آقا سعید، یه محشب. خیلی آقایی. خدا کن عیب میبینی، تکی جا میبینی. یک جایی با هم دعوت هم. ببخشید شما الان چه وقت میزباش کردیم؟ ما الان بوده چه چه بیاریم. و اما مقصد این سفر ما به میفرد میکنم. میخواستم یه چیزی بگم ولی ترجیح میدم چیزی نگم. فقط جاتون رو خالی میکنم. باور کنم. سلام. آی چیزی خواست. آی
دست دو دست این سفر. این سفر به یک شهر خاص بود مشهد. با این فصلی خاص. قطار. خیلی خوش بود جهان مطمئنم. در برنامه پنجوانه ما رو ببینید. در سفر به مشهد. ببینید اتون. سلام. من یک جای مهم دعوتم به تو میدید. یه جای خیلی خیلی مهم و یه جای خوب وزی بشه این الان زیاد کنجکاوی نکنیم وقت بریم. داریم میدیم دنبال سراشپز اینجا. سلام سایداش جدا مونه گوشه خالص جدا مونه برای کار پسته مونه که آشپزا پخ کنه. خب ببرید بشه 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 بشه. آشپزخونه اینجا، محیط آشپزخونه. تو چش کار میکنی؟ آشپزخونه است؟ ندیدی بیرم من آشپزخونه به این بزرگی ببر بکنم. ببر، ببر، ببر. مثلا به اینجاش کی پارک میزنیم؟ خانوم ها هستم بالا پارک میکنن اونا هم نزدی هم بازم عمل اون رو نزدی کار اون رو نزدی همه نزدی سلام خزن آقا میشه از این تحدیگه برای؟ بفهم خواهش بفهم این تحدیگه برای غذاست. اینجام که ادامه دارن روی؟ آره آره اونا درشخونه فلان یک ها که درخواه میشونن اون قسمت های انبار و درشخونه به اینجا صاف کنن میزن تو اینا دوگیری میکنن و تو موقع شد از یه آبکش من از شیر این همه اینجا پوره بگیم. آره فهموتت بره به اینجا تن 18 هست کلن همین پوره به اینجا بگیم. اینجا یعنی با ابزارهای بسیار بزرگ اینجا رو هم میزن چند تا غذا در اینجا در روز میخوریم؟ 4000 تا 5000 تا معمول شهر کارید ایام عید مثل امروز تا 8000 تایی تا 8000 تا غذا یعنی که هر لغمش به یک دفعه بشه توجه کنید. خب و کیفیت غذا چیه؟ کیفیت درجه که برنج ایرانی یک گوشت تازه و روغن زرد همه درجه یک و ممتازه. بس از کی شروع بودون به پخش کردن؟ حالا یک ساعت پر توضیح دارم آره بازار دارم من دیگه بازار با بازار خوشحال شدم خیلی ممنون از راهنماییتون زحمت کشید خیلی متشکرم. چه نقشه میخواد بله
خوب است نه؟ سلام خیلی برم خوب باش شما خیلی باش چکرم خیلی باش دست را دارم خوب باش شما خیلی باش داستان عجیبی داره این نظره و مناسبات عجیبی درش حاکم هست اول مناسبت اینه که کسی که نظیم میده افتخار میکنه به کسی که غذا داده کسی که نظیم میخوره سرش پایینه که غذایی از کسی گرفته و این مناسبات بسیار دقیق و حساب شده است و این غذایی که اینجا شما میبینید حاصل نیاز هزارها انسانی که به صورت این غذا الان توقع رو پیدا کرده جایی که همه اینجا ساخته شده و محصول هم اینجاست و دام بود شهیدم تو غذا نزدی دوست داری یاره جاز اینجا خیلی خالیه و یک اتفاق خوبم داریم این هم ببخشید شما الان چند وقت ازدواج کردی؟ من شش هفته یاره نفر چطور متوجه نشد؟ خب تبریک میگم آرزوی دیگه خوب و پیر و شاد بشی به هم خیلی نه؟ پیر و شاد شدن اتفاق خوبیه نه؟ بفرمید از شما باشی من نمیتونم بخورم که از رب بکنم شما تشکر کنم رسیدیم به آخرش میخواییم خداحافظی بکنیم قبلش یک رفیق عزیزم میخواد بیاد تو و با هم دیگه معاشرت بکنیم و بعد بریم آماده موسیقی کمدین سلام سلام ببخشید من با این بازیگر پیره داشتم صحبت می‌کردم نرسیدم جان دیگه سنش بالا سلام علیکم سلام علیکم باشید اشتیار می‌دادی با همین بازیگر پیره مستفیده بود الان پیره کی همین اینجا نشسته بود الان مستفیده بیدی پاکت آره همون بازیگر پیره داشتم کی کسوتیه واسه خودت بله بله این من یه چیزی می‌خوام تعریف کنم از برنامه اول می‌خواستم اینو تعریف کنم هی انداختمش عقب برای اینکه مطمئنم که همه فکر می‌کنن دروغ میگم ولی واقعا راست میگم این اتفاق افتاده یه ذره طولانیه تونتون میگم من بابام یک دوستی در دوران بچگی داشت به اسم آقا منوچهر یه دو سه سال از بابای من بزرگتر بود مثلا موقعی که 15 سالش بود با خانواده مهاجرت کردن به آلمان مهاجرت کردن به آلمان و 35 سال بعد مثلا یهو برگشت در این 35 سال هم خب موقع ایمیل و اینا چیزا نبود که دیگه تو این 35 سال همش که خبر نداشتن ازش اینا یه روز به بابای من زنگ زد که من دارم میام ایران که فقط هم دارم میام تو رو ببینم چون همه فک فامیلام که اینجان و میخوام بیام تو رو ببینم اومد و روز اول که رسید به بابام زنگ زد گفت من اومدم بابام گفت من فردا بعد از ظهر میام پیشت فردا صبح ساعت 11 زنگ زدن گفتن آقا منوچهر مرد آره گفتن آقا منوچهر مرد و اینا دکتر بالا سرشه آمبولانس هم اومده منتها خانومش میگه این خیلی دوست داشت تو این خونه پذیرای سعید باشه بگین سعید هم بیاد بعد ببرینش خلاصه منم که طبق معمول همیشه همراه بابام پاشدیم رفتم خونه آقا منوچهر خونه آقا منوچهر هم سال 69 خونه قدیمی بود ولی مثلا جز اولین خونه های مدرن تهران بود که مثلا اولین آسانسورایی که انقدر بود آسانسور قدیمی ها و اینا خونش تو این مایه ها بود رفتیم داشتن پرچم سیاه میزدن از در وارد شدیم خانومش گفت سعید منوچهر از دیروز همش چشم به راه تو بود دیر رسیدی بعد از این حرفا که دیدیم میزنم برگشت سمت آقا منوچهرمون کنار خوابونده بودن یه ملافه روش اینا گفت منوچهر پاشو ببین سعید اومده آقا منوچهر بلند شد آقا منوچهر که بلند شد سه نفر افتادن خب گفتش که همه همجوری مونده بودن گفت سعید چطوری خوبی بیا بشین اینجا آقا دلم برات تنگ شد بابای من بغل و ماچه بوسه و گفت آقا این
انقدر من دلم برای ایران تنگ شده، از دیروز همه چشم انتظار دارم آقا من چه مرد. آره افتاد، دکتر اومد نبض رو گرفت و گفت تموم شد. دوباره همه شروع کردن آی فلان، خودشونو میزدن و از این حرفا دیگه همینجور پنیقه واسدادن و چیز کردن دیگه، دیدن هیچ اتفاقی نیفتاد و برانکاردم آورده بودن گفتن بیاین چیز کنین. اومدن اینجوری شونه آقا منوچهر گرفتن بلند شد گفت ماست دارین یه کاسه ماست اگر ممکنه به من بدین. بعد حالا اینم در دیگه هی نمیگم دیگه، ولی هر دفعه آقا منوچهر بلند میشد سه نفر میافتادن. خب بعد همه همینجوری هاجی واجی که رفت ماست آورد، کاسه ماست آورد، کاسه انقدی با یه دونه قاشق با دست خورد، ماست رو با دست خورد گفت آخی مرد. آره مرد و واقعیه ها، فکر نکنین دارم دروغ میگم، واقعیه مرد و دیگه اصلا هیچ کی نه گریه میکرد نه خوشحال بود نه ناراحت بود، هیچی همه متعجب واسطه بودن و... مونده بودن بیافتن یا نه. آره دیگه اون ستام همش داشتن آبغند میخوردن، اونا کلن تو کار خوردن آبغند بودن. بعد دیگه واقعا که 10 دقیقه گذشت و گفتن بله نبضش رفت و دیگه، که حالا بعد من با دکتری صحبت کردم یه اصطلاحی گفت یه موقع علائم حیاتی کم میشه فلان و اینا. اومدن دوباره اومدن بلندش کنن، بلندش گفت سعی این نخود چیکیش میشه های آلمانو خوردی. بعد یه لباسی تنش بود، این لباس راحتی تو خونه بود، راه راه پیرهن و شلوار، با همون مرده بود دیگه، دست کرد تو جیبش گفت بیا از این نخود چیکیش میش بخور. هیچی هم نبود تو دستش، یه مقدار ریخت تو دست بابای من و خودش هم شروع کرد خوردن و اینا، و مثلا این بار یه 10 دقیقه 20 دقیقه حرف زد و مرد. مرد و دیگه هیچ کس هم بابای تو چیکار میکرد؟ ببین هیچ کی هیچ کاری نمیتونست بکنه، تو فکر کن یه جا هستی هی یکی میمیره زنده میشه، یعنی نمیدونی الان باید بخندی باید گریه کنی. همه در تعجب و اینا، و گفتن که دیگه دوباره نبض رو گرفتن و گفتن که دیگه آقا منوچهر بله تموم کرد و فلان. و حالا بزنش رو برانکار، دیگه کسی جرئت نمی‌کرد بذاره تو برانکار، اینجوری دست می‌زدن بهش می‌رفتن عقب و اینا دیگه. بعد دیدن که چیزه گذاشتنش رو برانکار. این توضیحو بدم که آقا منوچهر قد 220 وزن 150 یه چیز گنده‌ای بود، یعنی مثلا بخوام تجسم کنیم مثلا 4 طبقه 8 دستگاه. خب آقا منوچهر اینجوری بود، گذاشتنش تو برانکار آقا منوچهر اینقدر اضافه اومد، خب از زیر برانکار زد بیرون. اون آقایی که جلوی برانکار رو گرفت اینجوری بود، نمیتونست دیگه چیز، بعد اینجوری شد، بردن آروم آروم از پله، تو پاگرد پله نمیچرخید آقا منوچهر، هی این به عقب جلو، اون یکی عقبیه گفت کجش کن جلوی، میگم مگه مبله کجش کنم الان، خب میفته پایین. هیچی، اینو هی عقب جلو کردن گفتن نمیره، اووردنش دوباره بالا، اووردن بالا و چیکار کنیم چیکار نکنیم. میگه گفت آقا با آسانسور ببریمش. گفتن چجوری؟ هم گفت میبریم میذاریمش تو آسانسور، من از پشت میگیرمش بریم پایین دوباره اینو چیز میکنیم، یعنی ایستاده ببریم. ایستاده، آره ایستاده. آسانسور هم کوچیک بود دیگه، این آقای اینجوری رفت و اینا، یه سری افامیل هم رفتن تو طبقات واسدن اینجوری دم آسانسور که یه موقع همسایه ها نیم مثلا فکر دگمه رو بزنین درو وا کنی ببینی یکی اینجوری مرده جلوت واسده تو آسانسور. رفتن تو طبقات واسدن، این آسانسور قدیمی من یه تو ماشه اینجوری راه میافتاد اینجوری هم وامیستاد. یه خلاصه گفتن آقا مراقب باشین و اینو بردن تو آسانسور، آقا منوچهر رو بغل کردن و دگمه جیو زدن، اومد پایین آسانسور واسد، آقا منوچهر اومد بیرون، خودش اومد بیرون. دوباره 3 نفر دیگه افتادن و قسمت جالب شاید این باشه که آقا منوچهر الان در آلمان هنوز زنده است. جالب. بله ارتباطش با پدرت قطع شد، این پدرت ارتباطش قطع کرد تا یکی دو سال بعد از اون ماجرا با هم در ارتباط بودن، الان خیلی دورادور ولی من میدونم که هنوز هنوز چقدر عجیب بود. شما واقعا نمیترسید خوشحال میشدید ناراحت میشدید؟ ببین از یه جایی به بعد هیچ کی هیچی نمیشد، چون مثلا نمیدونستم. ببین مثلا حالا این اصطلاحو چند ساله میگن، ولی مثلا اون موقع چیز بود دیگه، دو دفعه دیگه چیز بود با بیل میزدن دیگه، یا بمیر یا بیا. آره دیگه بهترم مردم عزیز ایران بلند میشیم، برای مردم عزیز ایران یک آرزو بکن. آرزوی همیشه به نظر مهتن آرزو سلامتی، آرزوی سلامتی، و این واقعا خیلی آرزوی خوبه کنار این سلامتی، این که لبخند همیشه لبخند.
انشالله همیشه شاد باشین، سرحال باشین، سلامت باشین و تکلیفتون تو زندگی روشن بشه، برعکس آمن میشه. با هم دیگه کمربندامون رو باز میکنیم. 1 2 3 دوستتون داریم و خداحافظ و 1 2 3 شاد باشین. 1 2 1 2 3 4 یه روز یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو پسته بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بازاریا سر کار زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. از ته دل بلند اخماتو با کن با من بخند.